خاطرات خانه زندگان قسمت چهاردهم. مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی حل نخواهد شد. در قالب کلماتی که اهمیت صوتی آنها بیش از کاربرد مفهومی است، پیشتر به کمیته مشترک ضد خرابکاری و زندان قصر که پاکترین فرزندان این میهن سالیان دراز در آن حبس کشیدند پرداختم و امیدوارم در آینده از زندان قزلقلعه هم بگویم. زندان قصر پیشتر کاخ و عشرتکده قاجاری بود. سند گویایی در این مورد وجود دارد که مربوط به روی کار آمدن فتحعلی شاه و جشن و سروری است که وی به تاریخ 14 تیر ماه سال 1178 شمسی در محل زندان قصر به راه انداخته است. تصاحب دختر 8 ساله در زندان قصر. اون سند عرب زده و شلخته پر از شرکوریا را قرائت می کنم. امشب لحظه سعد روزگار پادشاه جوانبخت و جهانگیر و خورشید عالمتاب حضرت خاقان ابن خاقان سلطان فتحعلی شاه از تبار ظفرنمون و دشمن شکن قاجاریه است که به حق و مدد باری تعالی شأن و جلاله بر جایگاه عموی بزرگشون سلطان مازی و شاه شهید آقا محمد شاه بر تخت پادشاهی تکیه زده است. در این شب سعد که ماه کامل در آسمان پای تخت سایه انداخته است، اراده ملوکانه بر این قرار گرفته که به شکرانه فتوحات سپاه و در هم پیچیده شدن تومار طاغیان و گردنکشان و پایان امارت تازه خاقان در نزدیکی پای تخت جشن و سروری برپا شود و در این ساعت سعد سلطان تحفه حاکم تهران که مخدره باکره بسیار زیباست و در احوالاتش بیشتر از 8 بهار نمی آید را مفتخر به زفاف کنند. اراده ملوکانه بر این است که این امارت زیبا که به دست مبارک خشت اولش را به خاک لاله‌گون نمودند قصر قاجار نام بگیرد و این همون قصری است که بعداً زندان قصر شد. نسل گذشته، نسل آرمان خواه و شوریده. اگر روز و روزگاری بخواهیم برای فرزندانمون، برای نسل جدید، شوریدگی و آرمان خواهی نسل گذشته را به تصویر کشیم، از کجا باید آغاز کنیم؟
ایمان و دلسوختگی پدران و مادرانشون را که با بوی باروت، جزمیت ایدئولوژیک، خانه های تیمی، ریاضت ها، تعقیب و گریز ها، سیانور خوردن ها، شکنجه و زندان ها و با روابط پیچیده امنیتی و تشکیلاتی آمیخته بود، چگونه برایشون تعریف و توجیه کنیم؟ نسل جدید از خیلی حرفهای ما سر در نمی آورد. گاه باید به شعر و رمان پناه برد و از اون طریق رنج و شکنج ها را نشان داد. گسل بین دو نسل روز به روز بیشتر هم می شود، به خصوص که با فقر منابع و متون مستند روبرو هستیم. منابعی که به جای تکیه بر شور و فتور و درود و سرود، انصاف و واقع بینی بیاموزد. اگر تجارب ما با امانت به فرزندانمون منتقل نشود، این میهن ستم دیده دوباره و صد باره در دام بلا خواهد افتاد و شاهان و شیخان جدید باز هم به اعتمادشون ترکش های هولناک خواهند زد. یازده سپتامبر در زندان شاه، منظورم 11 سپتامبر سال 1973 میلادی و کودتای سازمان سیاه و ژنرال پینوشه در شیلی علیه سالوادور آلنده است که در طی اون صدها روشنفکر و آزادیخواه شیلیایی از جمله شماری از اعضای گروه هنری اینتی ایلیمانی، دوستان ویکتور خارا، به رگبار بسته شدند. سه‌شنبه 20 شهریور سال 52 وقتی خبر سقوط آلنده را تلویزیون زندان پخش نمود، شماری از زندانیان شاد و شنگول شدند. آیا آنان با پینوشه بندوبستی داشتند و مثلا هوادار کودتای سیاه بودند؟ ابدا. بسیاری از آنان شور آزادی خواهی داشتند و زخم شکنجه ها رنج می بردند. پس برای چی از سقوط سالوادور آلنده خوشحال شدند؟ چون به زعم آنان حقانیت روش و منش امثال احمدزاده و پویان و حنیف نژاد اثبات می شد، یعنی مبارزه قهرآمیز مهر می خورد. گروه هنری اینتی ایلیمانی تمایل طبیعی هنر را به سوی آزادی ارج می گذاشت و گفته می شد آنان با رئالیسم سوسیالیستی بیگانند. اون زمان واژه ها هم انقلابی و ضد انقلابی بودند و کهنه و نو داشتند. مبارزه ضد استعماری جای خود را به مبارزه ضد امپریالیستی میداد و مقولاتی چون لیبرالیسم و دموکراسی فوش تلقی میشد و مارک بورژوایی میخورد. خیلی ها رئالیسم سوسیالیستی را که در دوره حکومت شوروی در روسیه بر سر زبان ها افتاد حلوا حلوا می کردند و فراموش می کردند رئالیسم سوسیالیستی که ظاهراً می بایست به زندگی مردمان فروده است و روند مبارزات و انقلاب ها بپردازد، در عمل ابزار و بازیچه دستگاه قدرت شد و به هنر هم دهن زد.
شمار اندکی از زندانیان کلیشه‌ای فکر نمی کردند. بگذاریم که وجه مردم گرایی در هنر، در ادبیات و تمثیل قلم به مثابه اسلحه فقط به انقلاب شوروی و اشعار امثال مایاکوفسکی مربوط نمیشه. از شیلی و به اصطلاح شعف ناشی از سقوط آلنده بگذاریم. بسیاری از زندانیان سیاسی زمان شاه باور نداشتند که تجدد و دموکراسی و استقلال نیازهای اصلی جامعه ایران است. بودند کسانی که از امتیاز نفت شمال به شوروی دفاع می‌کردند. اگر هم با شوروی زاویه و فاصله داشتند، تحلیل مریدان ماو را از ساختار جامعه چین قبل از انقلابشون، نیمه مستعمره نیمه فئودال، در مورد جامعه ایران کپی برداری می‌کردند. جو غالب چنین بود و البته شمار اندکی از زندانیان کلیشه‌ای فکر نمی‌کردند و استقلال نظر داشتند. بگذاریم. در حیات من داشتم سر نیمه کچلم را که در کمیته مشترک وسطش چار را باز کرده بودند و نیمه کچل شده بودم اصلاح می کردم که ناگهان ولوله افتاد: سر نهار خبر خوشی خواهیم شنید. پیش خودم فکر کردم این خبر خوش چی می تونه باشه؟ دوستی که به سرم ور می رفت با خنده گفت: خبر خوش می دونی چیه؟ مربوط به عدس پولوس. نفهمیدم منظورش چی. نهار شد، سفره که انداختند و نشستم، یکی از پشت چشمان ما گرفت و گفت: محمد، اگه گفتی من کیستم؟ صداش آشنا بود. گفتم: یک کمی دیگه حرف بزن. گفت: بابا گشنه مونه. و با شور و شادی کنارم نشست. دیدم اهه، یوسف است، یوسف کشیزاده که در کمیته مشترک با هم بودیم و به نوعی با مرضیه اسکوی شهید هم پرونده می شد. هنوز پاهاش زخمی بود. هم دیگه رو سفت و سخت بغل کردیم. فوری گفت: یادت باشه به من بده کاری. هم باید درباره خدا به سوالات من پاسخ بدی که در کمیته از زیرش در رفتی، هم وصیت‌نامه ودایوف نویسنده کتاب شکست را شرح بدی. منم بهش گفتم: تو هم باید از مقاله کولی‌های مرضیه اسکویی برام بگی. نفرات کنار دستی گفتن: بابا بحث سیاسی رو بذاریم برای بعد، امروز خرما داریم. حالا که دارم حرف میزنم، سال 53 است. دست ما کوتاه بود و خرما بر نخیل. به خاطر فشارهای دوران بازجویی شماری از زندانیان مشکل معده داشتند. غذای زندان هم که بیرمق و گاه آلوده بود. اگر زندانیان از فروشگاه زندان مثلا مربا، عسل یا خرما می گرفتن، می تونست فشارها را کم کنه. اما مسئولین کمون زندان این شیوه را جز برای اونها که خیلی خیلی مریض بودند مجاز نمی دونستند. لابد عملی ضد انقلابی بود و اشرافیت روب زوال و رفتارهای سکتریستی را به نمایش می گذاشت. بچه ها می گفتن از بابت پول مشکلی نداریم، ولی خیلی چیزها را نباید بخریم. حاکمیت این دیدگاه که همه چیز را یا بورژوایی میدید یا پرولتری، در زندگی روزانه و خورد و خوراک هم خودش را نشان میداد.
علاقه و گرایش به پاره خوراکی ها جز صفات خورده بورژوازی و از گناهان کبیره بود. لیبرالیزم افسار گسیخته روشن فکری هم تهدید دوران محسوب می شد. شیر و عسل اما همه رو وسوسه می کرد، خرما هم، اما دست ما کوتاه بود و خرما بر نخیل. خوردن عسل به خصوص پشت پا زدن به آرمان‌های خلق تلقی می‌شد و لامصب فروشگاه زندان شیشه‌های عسل رو در معرض دید زندانیا قرار می‌داد و اسباب گناه می‌شد. القصه به دستور برنامه ریزان ناپیدای بند از فروشگاه زندان گاه گداری خرما خریداری و فقط در روزهایی که غذا عدس پلو بود در کاسه ها جاسازی می شود تا مامورین زندان که می خواستن هر کسی تک تک طرف حساب فروشگاه باشه متوجه موضوع نشن. فقط سر سفره بود که بچه ها دوزاریشون می افتاد و البته این داخل و خارج کردن خرما از جاسازی و مخفیانه خوردن اون نوعی مبارزه با رژیم تلقی می شود. از دیدن دو سه خرمای بی هسته که لابلای عدس پلو استتار شده بود همه صفا کرده و دلی از عزا درآوردیم. نمیتونم واقعا وصف کنم. غذا که تموم شد یکی از بچه ها ازم پرسید محمد یه سوال میکنه، راستشو بگو از دیدن این خرما بیشتر خوشحالی یا از دیدن یوسف کشیزاده؟ گفتم هر دوتا. همه زدن زیر خنده و یکی گفت باید حسابی چربگیری بشی. گفتم یوسف هم مثل این خورما شیرینه. گفت دیگه فلسفه نباف، حسابی چربگیرید میکنیم، فایده هم نداره. من خوابوندن و تا خوردم موش زدن، البته به شوخی. یه مرتبه خبر رسید که سرپاسبان ستار مرادی وکیل بند، همون که پیشتر نشست پیاز ما را به هم زده بود و در قسمت پیش شرح دادم، داره میاد. همه بلند شدیم و مثل بچه ی آدم ساکت نشستیم. ستار مرادی شیر آب زندان را بست. ستار مرادی خیلی ناتو بود، انگار زبون آدمی رو متوجه نمی شد. به علت سختگیری هایی که بر زندانیان کرده بود از نگهبان عادی تبدیل به وکیل بند شده بود. اجازه داشت هر ساعتی از شبانه روز که میخواد وارد بند بشه، هر کسی را عشقش کشید کتک بزنه، هر اتاق را که خاص تفتیش کنه. البته نگهبانان همه از جنس او یا پاسبان عبدی و نظری و کت خدازاده و استوار سارمی نبودن، آدم های خوبم بین اونها پیدا میشود. از استوار احمدلو بگیر تا کاویانی گلپایگانی همشهری من یا پاسبان ریگی زابولی که با بچه های زندان رفتار بدی نداشتن. در مورد ستار مرادی قصه هایی می شنیدم که شاید همه هم واقعیت نداشت. یوسف که خودش مثل ستار مرادی ترک زبان بود می گفت شنیدم سرهنگ زمانی رئیس زندان قصر می خواسته چند روزی به مرخصی بره. این ستار مرادی رو صدا میزنه و بهش میگه که مبادا در نبود من سوء استفاده بشه. او هم میگه اطاعت قربان. تا سرنگ زمانی میره ستار مرادی فلکی آب زندان رو میبنده، چون به ترکی سو یعنی آب. سرنگ زمانی گفته بود مبادا سوء استفاده بشه، اونم خیال میکرده که باید آب قطع کنه. همه جا آب قطع میشه. یه بار بهش میگن که برو داخل بند و مجله
تماشا را بیار. مجله تماشا مال رادیو تلویزیون بود و برنامه های هفتگی و زمان پخش برنامه ها درش نوشته شده بود. برو مجله تماشا را بیار ببینیم زندانیا کدوم برنامه را علامت زدن. در همون ساعت تلویزیون خاموش میکنه. افتاده بودن روی لج. ستار مرادی دو بار داخل بند میاد و داد میزنه مجید تماشا، مجید تماشا بیار زیر هش. مجید تماشا نداشتیم، کسی جواب نمیده. بر میگرده و به سرهنگ زمانی میگه قربان هرچی صداش میکنم نمیاد. مجله تماشا را با مجید تماشا قاطی کرده بود. تا یک زندانی را از بیرون می آوردن، ستار مرادی با تبختر و تکبر فتلی شاهی به او میگفت اده نمه نده، اسم چی؟ بیرون چه کاره بودی؟ ببین اینجا حمالم نیستی. هر وقت می اومد اول می رفت قسمت دستشویی و هرچی خمیر دندون بود زیر پوتینش له می کرد تا مثلا مانع زندگی اشتراکی بشه. بعد توالت ها را یکی یکی نگاه می کرد. درب توالت ها از پشت قفل نداشت، دیوارش هم کوتاه بود. او هم قدش بلند بود، به راحتی می شد داخل توالت را دید. گاهی این کار را می کرد، با لگد به در می زد که بعض وقتا در به سر زندانی می خورد و او از این کار کیف میکرد. یک بار پاپیچ فرید افراخته برادر خوب وحید افراخته شد. فرید دانش آموز دبیرستان علم در مشهد بود، خیلی پسر خوبی بود. پاپیچ او شد. همچنین بارها زنده یاد غلام رضا جلالی را که در درگیری تیر خورده بود اذیت کرد. غلام رضا جلالی که بعد از انقلاب در تصادف قطار تکه تکه شد، با محسن مخمل باف که به خاطر شکنجه گوشت بالای زانویش را بریده و به روی پایش وصله کرده بودند، خیلی عیاق بود. برخی از زندانیان از جمله حمید خادمی، محسن یلفانی، حشمت الله رئیسی و اسخر مهدوی از همه بدتر همین وضع را داشتند. پایشون وصله داشت. غلام رضا که عضو مجاهدین خلق بود، در زندان قصر در دافعه عملکرد قاتلین مجید شریف واقفی ضد مارکسیست شده و می گفت باید در ذهن هر کسی که وارد زندان می شود بذر ضد مارکسیستی بکاریم و به من که این برخوردها را ارتجاعی می دانستم می گفت تو تحت تأثیر مارکسیست ها هستی. قانون پاندول کار خودش کرد و غلام رضا جلالی بعدها از این سوی بام افتاد اون سوی بام و به سازمان اکثریت پیوست. او اوائل انقلاب در سانحه قطار جان باخت. اهل شاهرود بود. بچه ها حمام، بچه ها حمام. چون حمام در بند پنج زندان قصر بود و ما از بندهای دیگه عبور می کردیم تا به اونجا برویم و به دلایل دیگه، روز حمام همه شاد و شنگول می شدیم. مثل افغانی ها که بخش از لباسشون رو روی دوششون می اندازن، لنگ و قدیفه هامون رو به سر و کله خودمون بستیم و لباس تمیز برداشته و آماده حرکت شدیم، غافل از اینکه روز پرماجرایی را در پیش داریم. بندهای سر راه و صف زندانیان را که به تماشای ما می ایستادند رد کردیم تا رسیدیم به گرمابه. لباس همونو که در آوردیم، ناگهان مژده رسید که به هر کداممون یک
بسته واجبی میدهند. ولول افتاد. بچه ها میگفتن مدت های مدید است از این نعمت عظما محرومیم و از اون خرمای لای عدس پلو هم بیشتر بهش احتیاج داریم. به هر کدام از ما بسته ای از داروی نظافت که واقعا حکم کیمیا داشت رو دادم. یواش یواش پودر مربوطه را با کمی آب ولرم قاطی کردیم و چون وسیله دیگه ای نبود با انگشت سبابه یواش یواش هم زدیم و نگران از این که حالا دستمون یه چیزش نشه. خلاصه همه پشت به هم کردیم و رو دیوار با خجالت تمام و در سکوت کامل مشغول عملیات شدیم. 5 دقیقه گذشت، خبری نشد. 6 دقیقه گذشت، خبری نشد. 10 دقیقه گذشت، خبری نشد. یکی گفت چه خبر؟ همه با هم گفتن هیچ. همه از یک دیگر زیر گوشی موفقیت پیشرفت کار را پرسجو می کردن. اما جواب منفی بود. هیچ تغییری در وضعیت مسئله صورت نگرفته بود. انگار سر کارمون گذاشته بودن. شاید می خواستن کسی خودکشی نکنه. خلاصه کاسه های واجبی را پرت کردیم این طرف اون طرف و رفتیم زیر دوش. چاره نبود جز اون که دست از پا درازتر بریم تو بند و یه خاک دیگه تو سرمون کنیم. یکی از بچه ها گفت باید متوسل به ماشین اصلاح بشیم. قلم توتم من است. در دوران سلطنت پهلوی زندانیانی بودند که قلم توتم آنان بود. البته همه در یک ردیف نبودند. بعضی چندین کتاب تألیف نموده و برخی دیگه یکی دو مقاله نوشته بودند. بدون ترتیب خاصی اسامی رو میارم. عطاالله نوریان، ناصر رحمانی نژاد، رضا مقصدی، محسن یلفانی، ابوذر ورداسپی، سعید سلطانپور، محمود دولت آبادی، فریدون شایان، رضا علامه‌زاده، حشمت الله کامرانی، نسیم خاکسار، منصور خاکسار، موسوی گرمارودی، ابراهیم رهبر، فریدون تنکابونی، عدنان قریفی، ناصر مؤذن، پرویز زاهدی، حسن حسام، خسرو گل سرخی، محمد خلیلی، نعمت میرزازاده میم آزرم، فریده لاشایی خواهر کوروش لاشایی، فرج سرکوهی، علی اشرف درویشیان کرمانشاهی، محمد رضا زمانی، ناصر زرفشان، هوشنگ قربان نژاد، عباس سماکار، محمد علی سپانلو، ابو تراب باقرزاده، رضا شلتوکی، عماد رضوی، علی طلوع، هوشنگ گلشیری، دکتر براهنی، دکتر غلام حسین ساعدی، دکتر شریعتی، آیت الله طالقانی، ابراهیم یونسی، امیر گلارا، سیاوش کسرایی، دکتر تقی ارانی، فرخی یزدی، محمد علی سپانلو، ویدا حاجبی تبریزی، صادق هاتفی، رحمان هاتفی، هوشنگ اسدی،
دکتر منوچهر هزارخانی، اصلان اصلانیان، عزیز یوسفی، سعید قهرمانی، سعید یوسف، دکتر مرتضی محیط، رسول نفیسی، نصرالله کسراییان، فرهنگ فرهی و پیشتر عبدالحسین نوشین، علی محمد افغانی، احمد محمود، بهازین محمود اعتمادزاده، دکتر یدالله صحابی، مهندس مهدی بازرگان، محمد مهدی جعفری، مهدی اخوان سالس، باقر مؤمنی، شاهرخ مسکوب، احمد شاملو، مصطفی بی آزار، مرتضی راوندی، محمد حسین تمدن، فخرالدین میر رمضانی، گلوس زخاریان، امان الله قریشی، احمد قاسمی، خلیل ملکی، جهانگیر افکاری، هاشم بنی طرفی، مجید امین مؤید، پرویز شهریاری، نجف دریابندری، سروج استپانیان، بزرگ علوی، انور خامه‌ای، محمود جعفریان، عبدالرحیم احمدی، محمد جعفر محجوب، نظام رکنی و خانبابا خان اسعد بختیاری پسر حاج علی قلی خان سردار اسعد دوم که 9 آذر سال 1312 دستگیر و راهی زندان قصر شد و 7 سال بعد 22 بهمن 1319 او را در زندان خفه کردند. البته تک و توک کسانی که نامشون را بردم ارج قلم را شکستند و قلم را به پای دشمنان آزادی ریختند. مهم برایند زندگی انسان است. در میان کسانی که از همه چیز خود برای میهن و آرمان خیش گذشتند، برخی زندانیان از هر دو سو، از سوی رژیم و از سوی مخالفین رژیم تحت فشار بوده و هستند. کسانی که از دور دستشون براتش نیست و اوج شقاوت و قساوت را در زندان و اتاقهای بازجویی از سر گذراندند، به خوبی می دانند که گاه زندانی به کاری مجبور می شود که ابدا نمی خواهد. بازجو می کشد علاوه بر فشار شکنجه، زندانی از سوی نزدیکترین دوستانش نیز طرد شود و در درون خرد و خمیر گردد، می خواهد بذر یأس بپاشد. گاه زندانی برای اینکه اعدام بشود باید تن به مصاحبه بدهد، باید مصاحبه کند تا اعدامش کنند. در جهنم نیز چنین رسمی نیست. از نگاه من امثال عطاالله نوریان، حبیب مکرم دوست، مهدی بخارایی، کوروش لاشایی و سعید یزدیان که از دوران جوانی برای آزادی و رفاه ایران تلاش کردند و خود را به آب و آتش زدند،
نمیخواستند سر بر آستان ارتجاع و استبداد بسایند. به همین دلیل خیلی چیزها را که از آن مطلع بودند با خود به زیر خاک بردند. اگر نازلی سخن نگفت، ده ها نازلی دیگر ضروری دیدند، مجبور بودند سخن بگویند. و این همیشه به معنی وادادن و لودادن نیست. زندانیان در زیر شکنجه های وحشتناک و یا فشارهای وحشتناک، فشار همیشه شکنجه نیست، گاه مجبور به کاری می شوند که در هنگام آزادی و اختیار ابدا گردش نمی گردن. پس جبر است نه اختیار. قتل زندانی پیش از تیربارانش. گفته می شود بعد از بگیر و ببندهایی که از سال 60 کلید خورد، عطاالله نوریان هنگام خروج از کشور به دام می افتد و برخلاف همراهش منوچهر کلانتری سیانور استفاده نمی کند. می دانیم که استبداد زیر پرده دین او و امثال او را تا توانست آزرد و بعد هم به جبر به تلویزیون کشید تا پیش از تیربارانش به قتل برساند و سکه یک پول کند. و افسوس که خیلی ها بی توجه به گذشته پررنج و شکنج نوریان های میهن ما، همون قضاوتی را کردند که شکنجگران می خواستن. در انداختن که او هر روز کفش و کلا می کند و به بازجویان می گوید مرا ببرید دم سینما تخت جمشید تا این و اون را نشانتون بدم. از کتاب جامعه شناسی انتقادی در راه شناخت مکتب فرانکفورت نوشته مارتین جی، ترجمه چنگیز پهلوان که بگذاریم، اولین مقاله پیرامون مکتب فرانکفورت در ایران را عطاالله نوریان ترجمه کرده است. مکتب فرانکفورت از نگاه مارکسیسم، گزارش اشتایگر والر و هایزلر. مقاله مزبور سال 58 در شماره اول مجله فصلی در گل سرخ به سردبیری عاطفه گرگین چاپ شد. عطاالله نوریان کتاب‌های زیر را هم ترجمه کرده است: شهریار جدید از آنتونیو گرامشی، مایاکوفسکی شاعر از الیزا تریونه، ساس اس آ اس از مایاکوفسکی، آخر بازی از ساموئل بکت و مرگ فروشنده از آرتور میلر. نمایش مرگ فروشنده تأملی بر زندگی کسانی است که تنها وقتی مطرح هستند که سود میرسانند. آیا عطاالله نوریان هم تا وقتی سود میرساند مطرح بود؟ سلب آزادی از اراده انسان سلب معنویت اوست. گفته می شود در کنفرانس 11 سازمانی که عطاالله نوریان به اون تعلق داشته از او اعاده حیثیت شده است. نمی دونم. و به لحاظ سیاسی و نظری هم من دستگاه او را نداشته و ندارم، اما به وی، به عطاالله نوریان احترام می‌گذارم. به
حبیب مکرم دوست هم، به مهدی بخارایی، به سعید یزدیان، به کوروش لاشایی، به حسین روحانی، به احسان طبری و به ویژه به طاهر احمدزاده. درد و رنج آنان و همه کسانی را که نه با اختیار و رضا، با جبر و جبر و جبر اون چنان نمیخواستند گفتند یا نوشتند حس میکنم. توجه کنیم که جبر در فشارهای فیزیکی و شکنجه های جسمی خلاصه نمی شود. اگر نیک بنگریم کسی از آسیب مسئول نمی ماند. به قول زنده یاد پرویز شهریاری، می توان به سرآمد سخنوران زبان فارسی سعدی هم ایراد گرفت که مثلا به خاطر نامردانی که سنگ را بسته و سگ را گشوده اند نصیحت می کند نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. می توان حافظ غزل سرای جاویدان زبان فارسی را مورد ملامت قرار داد که در روزگار سخت ویرانگری و کشتارهای بیرحمانی مغل و هلاکو و تیمور و حتی پادشاهان اینجو لب فرو بسته و سمرقند و بخارا را به خال هندوی اون ترک شیرازی بخشیده است. می توان خواجه نصیرالدین طوسی و رشیدالدین فضل الله را هم که خدمت‌های عظیمی به فرهنگ و دانش جهانی کردند شماتت نمود که چرا با دستگاه‌های خونریز مغولان همکاری کردند. می توان یقه ابو علی سینا را گرفت که چرا به قول خودش حقایق را پنهان نموده و گمان کرده نباید در هر جای حقیقت را فاش کرد. می توان از اندیشمند بزرگی چون امام محمد غزالی خورده گرفت که چرا روال اندیشه و زندگی خود را مرتب تغییر داده و زمانی در خدمت خلفای عباسی بوده و بعد هم گوشه نشینی اختیار کرده و چرا در کتاب خودش کیمیای سعادت نوشته پرداختن به ریاضیات کاری نادرست است. وقتی درباره کسی صحبت میکنیم چه خوب است به برایند زندگی و کارهای او توجه نماییم و یادمون باشه خودمون گل بی عیب نبوده و نیستیم و از همه آزمایش های سخت که کمترینش قربت و تنهایی و شکنجه و آزار دشمنان آزادی است عبور نکرده ایم. خیلی از ما زخم دوست را، طعنه تیراوران را بر جان و روحمان هنوز حس نکرده ایم. آشنایی که این گونه نگرش را صد راه سرنگونی می داند می گوید مزدور مزدور است و خائن خائن، رژیم که ساقط گردد همه چیز روشن می شود. واقعش این است که تا فقر فرهنگی بیداد می کند و تا ما این همه بیمایه و خودخواه و بیرحمیم که حتی در ذهن خودمان کسانی را که زندان بودند و اعدام نشدند نیز خائن مینامیم، مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی حل نخواهد شد. از زندانیان رژیم پیشین خیلی ها بعد از انقلاب تیرباران شده
یا در درگیری های مسلحانه جان باختند. تعدادی با مبارزین هستند و با ستمگران می ستیزند. شماری زندانبان و بازجو شدند. بعضی به مرگ طبیعی درگذشتند. بعضی زندگی خودشون را می کنند. کسانی هم هستند که با رنج و افسوس می بینند شاهان و شیخان جدیدی کفش و کلاه کرده و از راه می رسند. در مقاله مربوط به این ویدیو قسمت 14 اسامی بیش از 200 زندانی سیاسی زمان شاه را نوشتم که از آنان یا خاطره دارم و یا آنها از بازیگران بعدی صحنه‌های انقلاب شدند. در میان آنان حاج پیاده است که در قسمت بعد از آن انسان نیک یاد خواهم کرد. همچنین به نام حاج ابراهیم رمضانی، یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین ناشران ایران که در بند 1 و 7 و 8 زندان قصد بود اشاره کردم. به خیلی ها به اونجا مراجعه کنید. آیت الله شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی که بعد از انقلاب به مجلس خبرگان راه یافت نیز در بند 1 و 7 و 8 زندان قصد بودند. از جمله آثار وی کتاب مفتاح البصیره فی فقه الشریعه است که نقدی بر عروت الوثقی است. نکته ای از آیه 19 سوره حشر از ایشان آموخته بودم و برایم خیلی قابل احترام بودند. می دانستم برخی از علمای گذشته مانند محمد علی کرمانشاهی پسر وحید بهبهانی قهرمان مبارزه با اخباریون در کرمانشاه شخصا فتوای قتل می داده در گذشته و توجیه شرعی می کرده. علاءالدین سمنانی از عرفای قرن 8 هم در شرح سرگذشت خودش نوشته بود چاقو در آوردم تا درویشی را که عقاید منحرف داشت به درک واصل کنم، اما توبه کرد و روی دست و پایم افتاد و من هم از قتلش گذشتم. پیش خودم فکر می کردم آیا واقعا استناد آنان به آیینی که پیامبرش دم از قسط و رهایی می زده و رحمت العالمین لقب داشته درسته؟ روزی کتابی از ویل دورانت در دست داشتم که به سنگسار سنت استفان و تابلوی رامراند نقاش هلندی از اون واقعه هولناک اشاره کرده بود. با هم قدم می زدیم. پرسیدم نظر شما در مورد اون سنگسار چیست؟ گفتن من نمی دونم دلیل اون سنگسار چی بوده، اما بنابر نظر شهید اول در کتاب فقهی لمعه در اسلام سنگسار در صورت وقوع زنای محسنه اعمال می شود. البته برخی از فقیهان قدیمی مجازات سنگسار را رد می کردن، اما در کل اجماعی تقریبا متفق القول بین فقها در مورد مجازات سنگسار برای زنا وجود داشت و شماری از مفسران هم آیه 41 سوره مائده را در ارتباط با این موضوع دانستند. گفتم ولی در قرآن به صراحت آیه‌ای که بر تشریع سنگسار دلالت کند وجود ندارد. آقای صالحی گفت جدا از عقل و سنت و کتاب مبین باید دید اجماع فقها چیست. گفتم آقای صالحی امروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر اجماع و عقل جمعی است. خیلی خیلی ناراحت شدند و صحبت را عوض کردیم.
خداییش در مخیله من نمی گنجید. بعدها در ایران بعد از انقلاب، احکام عصر جاهلی به نام آیین محمدی زنده شود، نه من، هیچ کس تصور نمی کرد. ساعتی بعد آیت الله صالحی مرا صدا زدند و پرسیدند: شما جوان خوب و با مطالعه‌ای هستی، اما من نمیدونم از کی تقلید میکنی، از کی تقلید میکنی؟ من سکوت کردم. دوباره پرسیدند: شما از کی تقلید میکنی؟ گفتم: آقای صالحی، دلم میخواد صاف صادق هر چی در دلم هست بگم. در همون رساله های عملیه هم در اولین مسئلهش گفته است: هیچ چیزی را بدون برهان نپذیرید. من در حوزه علم و فیزیک و ریاضی از چارلز تونز کاشف لیزر و از پرویز شهریاری تقلید میکنم و در حوزه تاریخ بعد از ابن خلدون از ویلدرانت. بعد از آن آیت الله صالحی دیگر با من صحبت نکرد. او اکنون دستش از دنیا کوتاه است و زیر خروارها خاک. برایش طلب رحمت می کنم.